خوش آمدید به بخش حافظانه خوشبخت امروز و دعوت میکنم از دکتر امیر حسین دباغ عزیزم که خدمتشون باش. این سلام دکتر جان، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم جناب آقای دکتر مرتضوی عزیز و عرض سلام و ادب خدمت شما بیننده های عزیز برنامه خوشبخت. خیلی خوش آمدید به بخش حافظانه. سلامت باشید دکتر جان. بریم سراغ ادامه آداب معاشرت، فرازای جذاب قرآن کریم و توضیحات شما. در خدمتیم. خواهش میکنم. خب تصویر اول برنامه امروز رو ببینیم. روش حفظ عبارات، ما عبارات کوتاه رو در برنامه سعی میکنیم بفهمیم. بله. و با تلاوت الگو میشنویم و بعد به تعدادی که لازم هست حداقل 5 مرتبه اون رو تکرار میکنیم تا انشالله اون فراز کوتاه قرآنی رو حفظ بشیم. بریم تصویر بعد رو ببینیم. سبک زندگی قرآنی، آداب معاشرت، موضوع اینه از اقوام چه خبر؟ چه خبر؟ آره. خبر داریم. آخرین باری که با اقوام معاشرت داشتیم حتی تلفنی آره. صحبتی کردیم کی بوده؟ سوال مهمیه. آره. بریم تصویر بعد رو ببینیم. خب سوره مبارکه رعد آیه 21 من تلاوت میکنم و بعد توضیحاتش رو عرض خواهم کرد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب. بریم تصویر بعد رو ببینیم. تبدیل شده این آیه به 4 فراز که انشالله راحت تر بتونیم حفظ بشیم. می فرماید فراز 1، والذین یصلون، اونهایی که وصل میکنند. خب چی رو وصل میکنند؟ در فراز 2، ما امر الله بهی ایوسل، می فرماید کسانی که وصل میکنند آنچه که خدا دستور داده وصل کنند. یعنی با کسانی رابطه برقرار میکنند که خدا دستور داده رابطه برقرار بکنید. بله. خیلی عالی. خوب. فراز 3، و یخشون ربهم، و یک خشیتی از پروردگارشون دارن، تواضعی نسبت به پروردگارشون دارن، و یخافون و میترسند از بدی در واقع حساب قیامت. خب این آیه در مورد یکی از در واقع مصادیق این آیه صله رحم هست. البته فقط صله رحم نیست، ارتباط برقرار کردن با مصادیق متعدد، اما نکته‌ای که می‌خوایم در این برنامه بگیم صله رحم. 2 نکته می‌خوام عرض بکنم آقای دکتر عزیز. نکته اول، آیات قبل از این آیه می‌فرماید انما یتذکر اولو الالباب، فقط متذکر می‌شوند کیا؟ صاحبان خرد. الباب لب خرد. و بعد در آیات بعد میگه حالا این صاحبان خرد کیا هستند؟ یکی از نشانه هاشون اینه و این یعنی یکی از نشانه های اقلای عالم اینه که صله رحم با اقوام ارتباط دارن. و این یعنی برای صله رحم اصلا بحث دینداری فقط لازم نیست، کافیه که انسان عاقل باشه. اساساً علم امروز و تحقیقاتی که در واقع امروز انجام شده نشون داده که خانواده هایی که جمعشون جمع‌تر هست سالم‌ترن، کمتر احساس ترس میکنن، کمتر احساس ناامیدی میکنن، کمتر احساس کمبود محبت میکنن، در مواجهه با مشکلات و سختی ها تاباورترن و محکمترن. آفرین. و نکته دوم، آیه بعد از این آیه خیلی جالبه، میفرماید والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم، یعنی موضوع صبر رو مطرح میکنه. آفه. و این یعنی شماهایی که اهتمام دارید به صله رحم، بله وقتی میرید تو جمع خانوادگی میشینید انتظار نداشته باشید همه یک جور فکر کنن، بالاخره اختلاف سلیقه هست، ممکنه حتی کدورت های پیش بیاد. لذا در آیه بعد صحبت از چی میکنه؟ صبر. یعنی این جمع خانواده رو هر جوری هست این رو حفظ بکن. با صبر کردن، با تحمل دیدگاه ها، با اینکه نخوایم با همدیگه بگو مگو و جر و بحث بکنیم، اینکه بپذیریم دیگران متفاوتن و بعد اصلا این باعث رشد ماست. دقیقاً. واقعا این کمک میکنه، اینکه من دیدگاه مختلف رو بشنوم، حتی اون دیدگاه میتونه به رشد من کمک بکنه، به شناخت بیشتر من، و قطعا مثبته. دکتر جان کلام پایانی. قرآن کتاب زندگیه و انس با قرآن بیننده های عزیز هرگز سخت نیست و ما تمرین میکنیم از این کتاب زندگی الهام بگیریم
برای ساختن یک زندگی خوشبختر. متشکرم دکتر جان و سپاس از انتخاب شما. خوشبختم چنان ادامه دارم.